حمله مرگبار طالبان به یک پایگاه نظامی ارتش افغانستان در بلخ چرا اتفاق افتاد و آیا تضمینی برای جلوگیری از تکرار این حملات وجود دارد سلام بر شما و خوش آمدید به برنامه کشته شدن ده ها نفر از نیروهای افغان در یکی از امترین بلایات شمالی افغانستان رویدادی تکان دهنده برای افکار عمومی کشور بود با اینکه در پی این حمله وزیر دفاع و رئیس ستا در ارتش افغانستان از سمت خود استعفا کردند اما پس لرزه های سیاسی این عملیات مرگبار طالبان همچنان ادامه دارد تأثیر این حمله روی استراتژی دفاعی دولت افغانستان و سیاست آمریکا در این کشور چه خواهد بود؟ در برنامه امروز در این باره بیشتر صحبت می‌کنیم با دو تحلیلگر مسائل افغانستان که هر دو در استودیو همراه با ما هستند ولی آریا و هارون امیرزاده بسیار خوش آمد میگویم به هر دو مهمان برنامه جناب امیرزاده به استعفاها اشاره کردم به نظر میاد که واکنش آنی دولت به این حمله هم دو استفای بوده که صورت گرفت و همینطور طور جا به جای های گسترده ای که در سطح فرماندهی نظامی در سطح کشور صورت گرفته فکر می‌کنید که این واکنش کافی است و آیا میتونه تضمین بکنه عدم تکرار چون این حملاتی رو با باور من این تغییراتی که آمده بیشتر به خاطر التیام بخشیدن زخم های مردم است که تبریک شما اشاره کردین یک حرکت خیلی تکان دهنده بر مردم افغانستان بخصوص با خصوص به ارتش افغانستان در یک جای مطمئن ترین جایی که مورد حمله قرار گرفت که او ارتش که زامن امنیت افغانستان باید باشه خودش از خود دفاع کرده نتونست سوال بیشتر به وجود آورد و بیکفایتی دولت و خصوصا فرماندهان بزرگ رو به وجود آورد به نظر من ای, ای کافی نیست و این نمیتانه که جلو تغییر و تبدیل نمیتونه تروریسم نابود کنه و در افغانستان امنیت بیاره اگر ما بخوایم واقعا علت و عوامل اصلی جنگ افغانستان رو جستجو کنیم و راههای حل از اون جستجو کنیم با یک کم بزرگتر یک چارچوب بزرگتر نگاه کنیم با باور من مشکل افغانستان رو با تعویز چند فرمانده او هم با از روح احساسات و یک فرد را به جای دیگر آوردن نه بر اساس شایسته سالاری بیشتر در چارچوب دیدگاه های قوم تنگ نظرانه قومی که مدیریت کشور فعلا در این راستا حرکت میکنن نمیتون مشکل افغانستان حل کرد این, این جا به جای ها رو کافی نمیدونید ولی هرچند فکر میکنید که به برای شاید التیام بخشی به افکار جناب یه نکته دیگر رو هم اشاره کردن آقای امیرزاده اینکه به نوعی اعتماد نفس دادن به ارتش فکر میکنید که این جابجایی ها در فرماندهی ها میتونه اعتماد به نفس بده به ارتش که احتمالا در پی این حمله برها شاید دچار خدشه شد اگر <applause> به شکل درستش صورت بگیره تا حدودی بله ولی متاسفانه همین جابجایی ها و همین استفاها ها هم بر حال به طوری که انتظار میرفت صورت نگیره شما ببینید هدف از استعفا معمولا ترویج فرهنگ پاسخگویی و حسابدهی هست ولی متاسفانه آقای وزیر دفاع و رئیس ارتش به جای اینکه بر حال حد اقل خانه نشین بشن چی برسه به اینکه محاکمه بشن اینا اینا رو دیروز از, یکی از منابع ارک شنیدم که خیلی موثقم هست که همین دیروز بعد از استفا آقای غنی به ایشان گفته وزیر دفاع به عنوان سفیر در اردن قرار است پیشنهاد بشه از طرف آقای رئیس جمهور و لوید رسیزی آرهی سرتش هم برمان سفیر در یکی از کشور آسیای میانه خب این واقعا جای تعجب و شرماور هست این بزرگترین امتیاز هست در واقع در شرایط کنونی افغانستان هر کسی در اون وضعیت استفاده بده و باز با توجه به اینکه خب از اون شرایط داخل افغانستان قرار است این آقایان برن بیرون و سفیر بشن و نماینده رئیس جمهور و با اون امتیازات و امکانات خب بزرگترین پاداش هست در حقیقت البته طبیعتا ما این رو حالا خبر تایید شده ترقی نمی‌کنیم دکتر هست که شما بله به هر حال این خبر موثق است ولی ممکنه است به با موانع روبرو بشه شاید خود وزارت خارجه تو قبول نکنه بعد این کلا برمیگرده به خیلی از به یک فرهنگ خیلی بالاتر منفیگرایانه و انحصار طلبانه که در ارگ حاکم هست کلا بیکفایتی خاصی که در اونجا هست و فساد گسترده که وجود داره که تمام اینا برحال یه اعتبار خلی... رو نمیشه بهشون داد آقای آریه از این نظر که خب این, این استعفاهای به این شکل در کشورهایی که حالا در منطقه ما خیلی رایج نیست حداقل این کار رو اینها کردن فارغ از اینکه تاثیرش چه خواهد بود من بحثش جداست یعنی مهم هم هست ولی فعلا کار باشه ولی نفس این استعفا و یک نوع مسئولیت پذیری که ما این کار رو مسئولیتش رو میپذیریم و میریم کنار خودش شاید بشه بهش بها داد بعد دقیقا به شرط اینکه این, این قضیه تعیین شدن به عنوان سفیر دیگه مطرح نمیشد بعد ببینید فعلا یک از مشکلات بزرگ دیگه که البته خب مسئله ما میتونیم دستبندی کنیم مشکلات داخلی در سطح استراتژیک فقط کافی در سطح استراتژیک متمرکز بشیم و بعد بیرونی آن هم در سطح استراتژیک ببینید شخص آقای رئیس جمهور عنوان مثال اه اه کسی هست که تمام صلاحیت ها را از, از بیشتر وزرا گرفته شما با هر وزیری که صحبت بکنید این شکایتش اینه که من مسئولیت دارم ولی هیچ صلاحیت ندارم اتفاقا این در مجلس هم امروز مطرح شده حتی آقای رئیس جمهور به مجلس بخوان که چرا چونین هست و یک نوع بیعتمادی خاص وجود داره بین شخص رئیس جمهور و حتی نزدیکترین افرادش مشاور امنیت ملی که مورد اعتمادترین فرد برش بود فعلا مشکلات خیلی بزرگی دارن بیعتمادی خاصی داره و دیگر اینکه فساد وقتی که من میگم فساد به حال این خیلی قضیه جدی است در تمام سطوح دولت در هر سه قوه شما ببینید در ارتباط با همین استیزاه و وزرا ما در چند ماه قبل بکتاد از وزرا استیزا شدند به عنوان مثال یک وزیری که اصلا هیچ نوع قرار نیست بودیجه توسعه ای داشته باشه به خاطر اینکه بودجه توسعه خود را مصرف نکرده بود رای عدم اعتماد گرفت ولی وزرا امنیتی همین سنفر بر حال وزیر دفاع وزیر داخل و رئیس امنیت ملی که اینا در دروغ باید برکنار می‌شدن چند هفته قبل چند ماه قبل اینا برن رو پارلمان ولی را رای اعتماد می‌گیرن که این خب زیادی هم الان به خود پارلمان هست ولی جناب آریا یعنی عمده مشکل رو شما در بالا میبینید فکر میکنید که اتفاقاتی که اون بالا است ولی آقای امیرزاده از طرف دیگه آیا میشه نادیده گرفت سطح تخصص رو در پایین در رده های از, از یعنی سطح پایین نظامی بگیرید تا بیایید بالا به خاطر داریم دو سال پیش وقتی که نیروهای نظامی آمریکایی خارجی داشتن از افغانستان خواستن برن بیرون این پرسش مطرح بود که آیا ارتش 350 هزار نفری افغانستان این کفایت و امکان لازم رو داره برای تامین امنیت افغانستان مخصوصا این هست که اون رو هم احتمالا نباید نادیده گرفت بگنیم در مشکل مدیریت کشور وقتی که بحث میکنن و در مورد تخصص بحث میکنیم در اونجا ما باید ببینیم که مشکل در کجاست آیا در سطح رهبری محور رهبری دولت است و در سطوح پایین است بدون شک در افغانستان به وجود داره مشکلات تخصص وجود داره قومگرایی شدید وجود داره فساد وجود داره فقر وجود داره مداخلات خارجی و داخلی وجود داره همه اینها گذار هستند بر مسائل امنیتی کشور و همچنین مدیریت کشور اما بیاین از این نقطه نظر ببینیم میشه انتقاد بر سر دولت احف... احف... چی آقای کرزی بده و آقای غنی صورت میگیره که اینا مدیریت خوب نمیکنن اینها با فساد مبارزه نمیکنن اینها با بیکفایتی مبارزه نمیکنن ببین شاید سیاست آنها آنچی که مردم توقع دارم و ما توقع دارم این نباشه که کشور را از فساد رها کنن مبارزه بالای بله بی‌کفایتی کنن بکنن نه من فکر میکنم که میتونن کنن چون, شما با چون ارادی رو... امروز آقای رئیس جمهور رئیس اجرایی و کل اصلا وزرا عوض کنیم آدمایی که خیلی خوبن از دید شما بیان بشنن فکر میکنید مشکل حل شد مشکل افغانستان مثلا که آقای ولی آریا گفتن درست است تنها یک بده داخلی نداره و خارجی هم داره منطقوی هم داره و جهانی هم داره ما با او بحث میرسیم ولی بین که در این نقطه ببینیم سرصد مدیریت کشور ببینیم ما به نظر ما آقای غنی خیلی دقیق مدیریتشان در بحران آفرینی در سناریویی که ایجاد داره بسیار موفق هستند بر زدن مخالفینشان بدنام کردن و یا و یا برطرف کردن یا کنار زدن و یا همچنین جابجایی جایی افراد خودش متهم به بط... ب... فسادهای گسترده هستند اینها خیلی یک مدیریت آگاهانه هستند امروز رئیس کار را که مثلا رئیس جمهور میکنه مثلا حالا مثلا افراد را برطرف کرد چرا چند وقت پیش که وقتی که در حادثه 400 بستر در اینجا وزرها در پارلمان کشانیده شد آقای غنی اولین کسی بود که کس از وزرای خود دفاع کرد و گفت که اینها را اگر کسی برطرف کند ما کیس و, و پرونده های وکلای که به فساد گرفتار هستند و متهم به کشورهای خارجی هستند میکنند پس یک نوع سازش صورت گرفت. یعنی مدیریت از بالا خراب است در بالا به گونه بازی صورت میگیره که نمی وضعیت به بهبود پیدا کنند شاید تعجب به این باشه که افراد در بالا هستن می که صادق نیستن و ما صادق هستیم بگم مردم صادق هستند کسانی که منتقد صادق هستن ولی اینا نیستن ببینن اینها توانایی بهبود وضعیت دارند تا در حدود صلاحیتهای مدیریت خودشان اما نمیکنن چرا نمیکنن شما وقتی که طالب را پاکستان در افغانستان روان میکنن اینا طالب را با چرخ بالها در مناطق مختلف انتقال میدن وقتی که ناقلین مختلف در مناطق شمال جا به جا میکنن جنگ از جنوب به شمال افغانستان این ای خود در یعنی مدیریت اینها یعنی این هستند این در مدیریت پاکستان نیست و اینا وقتی که طالب برادر میخوانن تعریف درست از جنگ ندارن تعریف از دشمن ندارن دشمن بر این حال نه دیروز در قاعده بود را آقای کرزی آ... و... آقای غنی بوده. هم می ترتی بود آقای غنی بارها افتخارش بوده که طالبان از زندان رو عوض رها کرد یک طالب محکمه نشده یک طالب در زندان که در زندان از نگه داشته شده از زندان ها رها شده وقتی که در اینجا ما... محکمه نباشه هم در سطح دو کسانی که در دولت قرار داره هم در درون اپوزیسیون کسانی که دارن کسانی که طالبان را از بین میبرن نابود میکنن با طالبان روحی زد طالب زد پاکستان. ستانی دارن اونها را به نام نسل کش از از بین میبرن یا ترور میکنن یا بر کنار میکنن پس وقتی که شما به اینها مطالعه کنین میبینین که در مشکلات در سطح رهبری دولت است و دولت خواهان از این نیست که به اراده زیر نداره که در افغانستان یک ثبات امنیت یک نظام قانون حال حال بیاره حالا من صحبت توانایی رو کردم که آیا واقعا داره توانایی داره یا نه شما فرمایید توانایی رو داره ولی برعکس اصلا اراده تخریب رو داره به یه معنا بله من متقید با می هستم شما شما فکر می‌کنید خب واقعا اوضاع ام... به همین طور دیگره رو می‌بینم به قضیه ببینید مشکل در واقع سیاسی شدن فرقگرایی در... در افغانستان است که خود یا فرقگرایی خب ام... سیاسی نبوده. خب در این آخر اتفاقا بیشتر شده خب به هر حال ما قبل از اینکه مداخله شروعی در فرانسه در فرانسه صورت فرانس بگیره این ها با با نهفته بودن یعنی بالفعل زیاد وجود نداشت بل وجود داشت بعد شما ببینید در خیلی از کشورها که به هر حال دولت های ناکام دارن خود فرقه سیاسی که به حال منجر به تقسیم قدرت بر اساس هویت های سیاسی و هویت فرهنگی میشه یک از عامل عمده دولت‌های ناکام بوده که این در فرانستان به حال مستاق بارزش هست و, و این حکومت وحدت ملی متاسفانه دامن زده بیشتر به این قضیه خود سیاسی شدن خود در دولت پستو. قبل مثلا به این با... در نبود که این قبل... یه سری مشکلات واقعا ساختاری هست که بله. ضرورتا نمیشه به افراد ارتباطشون دادون دقیقا خب بر من به هر حال میخوام اشاره بکنم به که لزوما اینا مرود افراد نمیشه به هر حال باید که نظام تغییر بکنه ما مشکلات بسیار نظام فیلی نظام ریاستی فیلی به حال پاسخگو نبوده جواب نداده فعلا ما اگر نگاه بکنیم به واقعیت های جامعه امروز افغانستان نظامی که بیشتر غیر متمرکز باشه بیشتر مبتنی بر آراء مستقیم مردم باشه یعنی همون نظام پارلمانی است در حقیقت میتونه به حال سیستم تره باشه سیستم مناسب مناسبتر باشه برگردیم به همین بحث امنیتی که در واقع داشتیم باهاش شروع کردیم به یک معنا شما خب مشکل ناامنی رو در اون بالا میبینید در اون م. ساختارها با این حساب نگاه شما چه هست؟ فکر میکنید که آیا تزمینی وجود داره که این وضعیتی که الان شاهدش هستیم که وضعیت ضرورتا خیلی بدی هم نیست یعنی شما مقایسه بکنید با مثلا دوره های بسیار تاریکی که افغانستان داشته خب به هر حال یه امنیت نسبی اه. وجود داره در یه سری جاها ولی چشمنداز رو چگونه میبینید؟ ببینید این امنیت نسبی که فعلا وجود داره به خاطر حضور غرب و ناتو در افغانستان است. در همین کلا دوست... نیروهاشون چند نفره؟ 8500 خب علاوه یعنی هم س... که در خیابون ها که نیستن یعنی به ول... حال این وضعیت نسبی رو هم خود اردوی ملی که داره حفظ ولی خب, خب حضورشان تاثیر بسیار بزرگ روانی داره و همچنین منابع مالی که در اختیار دولت قرار میدن و کنترلی که بر منابع مالی دارن اگر این منابع مالی قطع بشه و همین 1213000 نفر هم بیرون برن افغانستان فعلا متانه شاهد خونین ترین جنگ داخلی و قومی و هویتی باشه چشمانداز بسیار روشن نیست ولی خب ما فعلا منتظر استراتژی جدید دولت آقای ترامپ هستیم که به حال ارزیابی در حال کامل شدن است وزیر دفاع آمد قبل از آن مشاور امنیت ملی آمد و ببینیم که اجزای اصلی این استراتژی چیست خب به حال در بود داخلی طبیعتا نحوه حکومت داری و مبارزه فساد وینا حتما در اون پاسخ داده شده بخصوص با اینکه آقای مکمستر خودش در افغانستان کار کرده در عرصه مبارزه فساد در بود بیرونی بسیار مهم است چین روی کرده خواهد داشت استراتژی جدید ما به هر تمام کاس کوزه ها هم به شاید منصفانه نباشه سر شخص آقای غنی بشکنیم ببینید شما فعلا تغییر بسیار بزرگی که آماده در مقایسه با زمان آقای در سطح منطقه است فعلا بیشتر همسایه‌های افغانستان تبدیل شدن به طالبان قبلا ما تنها پاکستان رو داشتیم فعلا روسیه و ایران فالانه بر حال تماس دارن هرچند تماس استراتژیک نیست تما... تماس ضرورتا به معنای حمایت هست ولی بله هم... بله خب در ارتباط با حمایت هم در ارتباط تا روسیه تایید شده که حمایت میکنن و حداقل منابع غربی تایید کردن که روسیه حمایت میکنه و ب... بعید نیست اگر در حادثه شمال افغانستان روسیه دست مطرحی که, که روس ها اسلحه میدن ولی گفته میشه که روسیه این اسلحه رو میده برای اینکه اونها بتونن با نیروهای داعش روبرو بشن خب سیاست خیلی غلطیه ببینید فکر میکنید ده. اجازه بده فکر نمیکنید آقای امیرزاده که آنچه که حالا از نگاه روسیه شما نگاه بکنید به حال شمال افغانستان ناامن شده این رو میدونیم نیروهای داعش اونجا هستند بخشایشون میدونیم و این نگرانی که احتمالا ممکنه اینا از طریق آسیای میانه این ناامنی در واقع بره به سمت روسیه همون کاری که خب آمریکایی هم داره انجام میده به یک معنا فکر میکنید که آیا این رو ضرورتا میشه به معنای حمایت از طالبان ترجمه کرد یا تماس هایی که حالا گفته میشه ایران داره با طالبان آیا اینها حمایت هند؟ ببینین اگر به دوره از 2001 دو تا به امروز سیر تروریسم در افغانستان رشد ببینین هر قدر که طالبان در افغانستان بیشتر جنایت و کشتن بیشتر محبوبیت پیدا کردن بیشتر هم در سطح داخلی کسانه ها میانشان بسار هویتشان برجسته شد هم در سطح دولت هم در ستون پنجمی که از کشورهای منطقه بود در حمایت از طالبان قرار گرفتن حالا ای... محبوب شدن محبوب شدن نو... موارد نوازش قرار گرفتن حالا ما تا چند سال پیش دولت ایالات متحده امریکا یک تعریف روشن از جنگ نکرد و گفت که جنگ در وجود القاعده خلاصه میشه ما طالبان باید به میز مذاکره بکشونیم طالبان آمدن در قطر دیدن در دبی دیدن بعدا ای, ای امی پروسه ادامه پیدا کرد چین در این مسیر نمان ترکیه نمان حالا روس ها هستند حالا روس ها با با سفره ودکای روسی تلخی روسی از طالبان واقع کرزه که حامی و لابی طالبان در مرحله کنونی است و در ده دوران حاکمیتش بیخی نقش اساسی برای نزدیکی روسیه روز گفت هر کسی که به افغانستان آسیب بزنه از دید ایشون تروریست تلقی میشه درسته یا در قبل حالا صحبت از برادران ناراضی و اینا منطقه اون هم در روند پروسه صلح بود دیگه یعنی منظورم این اتهام خب چون خیلی سنگینی هست من در واقع این تزا... توضیح ببنید. رو ما شاهد زیادی از هستیم که آقای کرزای بسیار زیاد تلاش کرد که طالبان از دست پاکستان جدا کنه و بیشتر به او, او گروه های و او کشورهایی که حامی نارتن الیانس یا اتحاد شمال معروف بود به اونا بیاره در صورتی که در شمال افغانستان جنگ در آینده صورت میگیرد به واسه که هن روسیه و ایران در پشت سر جبهه شمال قرار بگیره با در حمایت از طالبان قرار بگیره این تلاش بود که بسیار زیاد در گذاشتم صورت گرفت ولی, ولی این کارزای این ما حمایت از طالبان نیست اینکه شما تلاش بکنید که حامیان خارجی یک نیرو رو قطع بکنید به نوعی اونها رو وارد پروسی سیاسی بکنید این ضرورتا نمیشه بهش گفت حمایت از طالبان من فکر می که من فکر می کنم, من... کنم این ای بعد کلانتر دار. آقای در آقای کارزا در مسکو با روس گفت که فروپاشی شوروی فروپاشی حکومت 300 ساله پشتون ها بود هر بار روسیه قوی پشتون قوی در منطقه نیاز دارد و شما جنگتان با طالبان در قد با جنگ با پشتون ها هستند شما وقتی که طالبان را به ایواز نارتن الیانس امایت کنین ایواز اتحاد شمال شما در موجودیت حکومت های پشتون در افغانستان آسیای میانه برای شما مطمئن بود امنیت بود و شما هیچ نوع مخاطری از افغانستان نبود شما وقت سرمایه گذاری سر گروه های شمال کردین امریکا در اینجا آمد و در حقیقت در اینجا شما متحد استراتژی خود از دست دادین و طالبان اونها با بود یک نگاه دیگه دارن آقای کرزایی آقای آریا آیا تلاش برای وارد کردن طالبان به پروسه سیاسی که الان متوقف شده این تلاش ولی به حال چند سال پیش انجام شد رو میشه به معنای حمایت از طالبان تلقی کرد نه خیر به این لزوم معنا نیست ولی این تلاش باید از موازی قدرت باشه مشکل این بوده که در سال گذشته از هم آمریکا هم دولت افغانستان از موضع ضعف با طالبان تماس داشتن و اونها بیشتر احساس میکنن که مشروعیت دارن و روحیشان قوی تر میشد و اعتماد به بیشتر بیشتر میشد فعلا متاسفانه هنوز هم غرب به این نتیجه نرسیده که باید این فشار که روی القاعده و داعش قرار غرب و صورت بده که در بر حال صورت هم داده در افغانستان و در جای دیگه باید روی طالب هم بر حال همین روی کرده داشته باشه در این حال دروازه صلح هم باز باشه ولی فعلا خیلی سرمایه‌گذاری زیاد روی بود مصالحه کردن و کمتر توجه میکن به فشار نظامی که این خودش بر حال تبدیل یک... دیگه متوقف شده الان ما هست که ولی هنوزم خب متوقف انزار. شده ولی امید هست امیدشان هنوز هست چرا مثلا مادر تمام بم ها تنها روی مثلا داعش <تصفح> <تصفح> استفاده میشه الان واقعا اگر پرسش این باشه که طالبان بعد از این همه سالی که به حال تحت فشار نظامی و همه این داستان ها بوده چرا دوباره تونست پا بگیره یا در جاهایی طبیعتا تونسته این توان رو به دست بیاره که بتونه حمله بکنه به یک حتی پادگان نظامی و خب اتفاقاتی که روی داد خب این برمیگرده به چند عامل ببینید در بود بیرونی تا که بیشتر هم اشاره کردم حامیان خارجی طالبان بیشتر شدن در سطح منطقه در بود داخلی قدرت طالبان به من قدرت طالبان نیست به من ضعف دولت بوده بیشتر در حقیقت و ما در برال اینکه به حال دولت ضعیف عمل کرده ما در تا سال 2014 شاید حضور بیشتر از 100 هزار 120 هزار نیروی خارجی در افغانستان بودیم که در اوج 140 هزار نیروی خارجی بود اونها هم نیستن و این نه تنها به هر حال عدم حضورشون باعث بالا رفتن روحیه طالبا شده که برها در عمل هم از در نظامی برها اونا در موضع برتر قرار داده و این در واقع دو سال سه سال قبل از 2014 شروع شده بود این اعتماد به نفس طالبازان که آقای اوباما به نظر من و خیلی از ناظرهای دیگه به اشتباه در حقیقت تاریخ خروج نیروهای آمریکا و غربی رو اعلام کرد و پایان معمولیت آیساف رو و برای این نکات به حال سبک رهبری و نحوه مدیریت در سطوح بالا و مشکلات قومی و فرقگرایی سیاسی به حال این هم مزید بر علت شده اگر برنامه آقای با ما ادامه پیدا می نیروهای همین چند هزار نفری هم که هستند به حال تا انتهای امسال باید از افغانستان خارج می شدن. ولی قاعدتا این اتفاق نخواهد افتاد آقای امیرزاده فکر میکنید که آیا ممکنه که استراتژی اف... آمریکا به شکلی باشه که بخوان افزایش بدن نیروهاشون رو اونجا و آیا این میتونه پاسخ باشه به آنچه که امروز شاهدش هست ببینم ما معتقد به این نیستم که به دولت با افزایش یا کاهش نیرو در افغانستان ما شاهد تغییرات در وضعیت امنیتی افغانستان باشیم تا وقتی که تعریف درست از تروریسم در افغانستان ایالات متحده آمریکا نداشته باشن آقای ولیاری یا ابی درست اشاره کردند که وقتی که اونا القاعده و داعش به عنوان یک دشمن مشمارن و طالبان هنوز سر طالبان سرمایه گذاری میشه ما باورم نیست که حالا در زمانی که روزها بسیار زاد در اوایل 2001 بسیار طالبان رو هم که دشمن میدونن که زیاد علاقمندی نیست روز دشمن وحشی خطابشون خب خب بعض اوقات به عنوان یک شعار بعض شخصیت هایشان میتن به نظر من دولت آقای ترامپ اگر سیاست های دولت اوباما و بوشه تعقیب کنند و یک استراتژی روشن از تعریف از دشمن نداشته باشند و اگر بخواهند جنگ سوریه را در قابت با ایالات با, با روسیه در افغانستان بر زمین گیر کردن روسها در آسیای میانه انجام بتن و از افغانستان به عنوان سکوی پرتاب تروریزم استفاده کنند ما به این صورت ما شاهد آینده درخشان و کاهش جنگ نخواهیم بود و در این صورت است که ما میبینیم که هم هم در این مسیر پاکستان منافع خود را میبینند که خط دیورند را از جنوب انتقال بدن به نیو دیورند بر شمال افغانستان و جنگ متمرکز بوده. و روی تصادف هم نیست که جنگ بر شمال افغانستان در, در نزدیک های آسیایی میانه ادامه پیدا می سپاسگزارم. سپاس گذارم آری خیلی فکر می که دولت آقای ترامپ در استراتژی جدیدش احتمالا افزایش نیرو و تداوم حضور رو در برنامه داشته باشه. در که شکی نیست افزایش نیرو هم هست تداوم حضور هم هست ولی نیروها به هیچ عنوان به او پیمانه و تعدادی که در قبل از 2014 داشتیم نخواهد رسید و خیلی مشکل خواهد بود او پروسه که بر حال شروع شده او رو معکوس بکنن و برگردانن این تاثیرات روانی که داشته این خروج و تاثیرات عملی که داشته بنان چشمانداز من خیلی روشن نمیبینم ما اگر یک دقیقه دیگه وقت داشته باشم من اگر به طور کلی اگر نگاه بکنم اه ببینید کنت والتس که یکی از دانشمندان برجسته علوم سیاسی است عوامل جنگ رو به سه تقسیم میکنه رابطه قدرت‌های بزرگ و کشورهای دیگه و در سطح دولت ناتوانی دولت‌ها، ضعف دولت‌ها، و حکومتداری بد و در سطح افراد در افغانستان متاسفانه هر سه این عوامل بوده از قرن هجری به این طرف اگه نگاه بکنید از قرن 19 به خصوص و این مشکل است که شما این هر سه عامل رو به استراتژی داشته باشین که شما بتونید در درازمدت حل بکنید سپاسگزارم بسیار ممنون ولی آریا و هارون امیرزاده متشکرم از هر دو مهمان برنامه و سپاسگزارم از شما که تا انتهای برنامه با ما همراه بودید این برنامه برای یک هفته روی وبسایت بی بی سی فارسی در دسترس است و بعد از آن برای مدت طولانی تر روی صفحه فیسبوک ما میتونید برنامه ما رو مجددا ببینید آدرس ما هست facebookcom دو و آدرس وبسایت ما bbcpersian.com/ صفحه دو طبیعتا نیازی به توضیح نیست که نظراتی که در برنامه مطرح شد نظرات مهمانان برنامه هست نظراتن نظرات بی, بی سی. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه خواهد بود شب روزتان خوش.